شده یه خبری رو تو دنیای بیرون شنیده باشین و به شدت آزرد خاطرتون کرده باشه احساس کردین قلبتون درد میکنه شده یه عزیزی یکی از نزدیکانتون یا آدمایی که وزن بزرگ و زیادی تو رابطه ها و زندگی شما دارن به شما حرفی زده باشن که شما عمیقا احساس کردید آزرد خاطر شدید و قلبتون شکسته چنین تجربه هایی حسی که به ما میده حس درد در قلبمون ولی حمله قلبی نیست به این تجربه میگن سندروم قلب شکسته دوستان عزیزم سلام من سلماز برقگیر هستم و شما به پادکست لام تا کلام گوش میکنید لام تا کلام یه گفتگوی دوستان است. از قلب منه به قلب شما و تمام هدفش بهتر کردن کیفیت روابط و زندگی شماست. امید من اینه که با لام تا کلام با استفاده از تجربیاتی که در جلسات کوچینگ و سمینار هم داشتم یک نور افکنی، یک چراقی بندازم به راه زندگی هر کدوم از شما عزیزان. که در لحظه اگر بحرانی هست اگر اتفاق بدی هست اگر اتفاق خوبی هست درست ببینیم درست تجزیه تحلیل کنیم و درست واکنش نشون بدیم امروز شما دارین به اپیزود 63 پادکست لام تا کلام که در 25 شهری ور ماه 1401 ضبط میشه و به زودی پخش میشه گوش میکنید و من دارم راجب سندروم قلب شکسته با شما صحبت میکنم و اما سندروم قلب شکسته سندروم قلب شکسته یا استرس کاردیومیوپاتی در واقع یک اتفاقیه که بعد از شنیدن یک خبر یا یک شوک بیرونی به ما وارد میشه خبری مثل از دست دادن عزیز به خصوص اگه خیلی غیر منتظره باشه خبری مثل یه استراب شدیدی که به ما وارد میشه بعد از یک خبر یه جنگ و دعوایی که با یه نفر میکنیم یه مجادله که انجام میدیم موقع رانندگی یه اتفاق برامون میفته که به شدت آزرد خاطرمون میکنه خیلی حس اجهاف پشت این سندروم هست اگر در محیط خانه، سر کار یا هر جای دیگه احساس میکنیم مورد بدرفتاری قرار گرفتیم و حالمون بده و نمیتونیم کاری بکنیم دوباره حس اجهاف اگر یه نفر که تحت کنترل و نگهداری ماست مثل بچهمون مثل حیونمون براش اتفاق میفته که ما احساس میکنیم مسئولیم و حالمون به واسطه اون اتفاق دوباره ممکن قلب ما بشکنه مشکلاتی مثل مشکلات کاری اقتصادی یه دفعه که دکتر و پزشک دور از جون هر کدومون به ما یه خبر بده یه بیماری میده یه تصادفی اتفاق میفته مریض رو میبریم میخوام بهتون بگم همش شکه همش شکه اگر دائم دو... تحت خشونت خونگی قرار میگیریم اگر به اجبار مجبوریم که در مقابل یک جمعی یا در مقابل یک شرایطی کار رو انجام بدیم دلمون دلمون نمیخواد اگر دچار پدیده طلاقیم و احساس کنیم در حقمون اچاف شده و این حق ما نبوده اگر دچار حملات آسمی میشیم یعنی مسائل فیزیکی بدنم خیلی تو این سندروم دخیله اتفاقات بعد از عمل جراحی همه اون واکنش های بدن عوارض میتونه باعث سندروم قلب شکسته بشه من امروز نمیخوام راجع به مسائل فیزیکی و پزشکی سندروم قلب شکسته با شما صحبت بکنم علائم سندروم قلب شکسته خیلی شبیه سکته قلبیه بیشتر آدمایی که دچار این سندروم میشن از درد قفسه سینه یا تنگی نفس شکایت میکنن و بعضی موقع این عبارت خیلی شنیده میشه که میگن ما سنکوب کردیم ولی ماجرا اینجاست که توی این سندروم کسی دچار حمله قلبی نمیشه تفاوت سندروم قلب شکسته با حمله قلبی اینه که تو حمله قلبی واقعا برای قلبی اتفاق میفته ولی تو این سندروم قلب برای یه مدت کوتاهی فانکشن یا عملکردش رو به صورت نرمال انجام نمیده و ما دردهایی رو حس میکنیم که خیلی شبیه اون دردن در واقع سندروم قلب شکسته یک نزدیکی عجیبی با دردهای سارکوسوماتیک داره یعنی چی؟ با دردهایی که به روان ما مربوط میشه قلب ما به اتفاق بیرونی یک واکنش فیزیکی نشون میده از نظر علمی این سندروم خیلی با افزایش فشار خون با استرس های روحی و جسمی با خیلی چیزای علمی کاملا شما میتونید این سندروم رو توضیح بدید ولی من امروز نمیخوام راجره به اون ماجرا با شما صحبت کنم قسمت فیزیکی و علمی میتونین برین بخونین میتونین برین دکتر متخصصتون بپرسید میتونین برین کمک بگیرید من میخوام راجع به مواقعی صحبت کنم که ما به هر دلیلی که این روزهام دلیلش کم نیست در معرض استرس و استراب و فشار روحی ناگهانی قرار میگیریم یا کسی عزیز رو میبینیم که در معرض چنین فشاری قرار گرفته من میخوام راجع به واکنش های بعد از استرس ها و نگرانی های اجتماعی و فردیمون صحبت کنم من میخوام بهتون بگم که وقتی قلب هر کدوم از ما میشکنه به عنوان یک موجود زنده در قبال همدیگه مسئولیم و کمترین کاری که میتونیم بکنیم حرف نزدنه من میخوام راجع به مواقعی صحبت کنم که یک اتفاق اجتماعی برای یکی از ما ایرانی ها میفته پرانتز کنم این بحث ابدا سیاسی نیست این بحث کاملا برمیگرده به تعاملات اجتماعی بر روابط ما پرانتز بسته باز دوباره من میخوام راجع به مواقعی صحبت کنم که یک اتفاقی برامون میفته قلبمون میشکنه یا قلب یه عزیز دیگه میبینیم جلو چشممون داره میشکنه و شاید اون اتفاق برای اون عزیز به اندازه من مهم نباشه و یا به عکس یا برای هر جفتمون مهمه ولی یک عامل سومیه که مسئول اون اتفاقه و ما دستمون با اون عامل سوم به هر دلیلی نمیرسه مثلا قوانین حاکم در گلکاریه مدرسه است سیاست دولت هاست حکومت هر چیزه من با اونجاش کار ندارم دوستای عزیزم توی پدیده سندروم قلب شکسته میدونین چی بدتر از شکسته شدن قلبه؟ واکنش آدم های اطراف به قلب شکسته من و شما بزرگترین اتفاقی که به عنوان یک فاجعه میتونه تو جامعه ایرانی در کل کره زمین اتفاق بیفته اینه که وقتی دچار یک مشکلی میشیم که همه رو تحت تاثیر قرار میده به جای اینکه به مشکل فکر کنیم میفتیم به جون هم یعنی خورده های شکسته قلب های هم رو میگیریم میذاریم زیر پامون و دوباره خوردتر میکنیم به جای اینکه همدلی و همدردی داشته باشیم بیشتر به همدیه فشار میاریم به جای اینکه قلب همدیگه رو در آغوش بگیریم و درک کنیم درد هم رو با اینکه اون درد میتونه خیلی متفاوت باشه به هم میپریم با هم دعوا میکنیم از دست هم عصبانی تر میشیم و قلب های شکسته ای رو بدون درمان پشت سر میذاریم حالا برمیگردیم به سندروم قلب شکسته وقتی من از دست کسی یا چیزی اتفاقی ناراحت میشم به واسطه اون شوک عصبی و استرس قلبم میشکنه اولین چیزی که احتیاج دارم حس همدلی و همدردیه اینه که من درکت میکنم این درد داره و تو تنها نیستی و اگر برای هر کسی سخته که این همدلی و همدردی رو بده اگر تایپ نکنه اگر حرف نزنه هیچکس فکر نمیکنه که لاله یا احیانا نمیتونه تایپ کنه پس دوست دوستای من من فقط یه هدف از این اپیزود پادکست دارم و اونم اینه که وقتی قلبمون میشکنه لازم نیست قلب بقیه بشکنیم اگه به اندازه ای که من آزار دیدم شما آزار ندیدین من نباید از شما انتظار داشتم شما خودتون رو بر من شهر شهر کنیم ولی این انتظار رو دارم که با من کاری نداشته باشین بزنین من یواش یواش حالم بهتر شه سندروم قلب شکسته برمیگرده به مواقعی که من عمیقا از درون آزرد خاطرم و اگر کسی مرهمی به قلب من نداره هیچ دشنه اضافه هم احتیاج ندارم با اینکه میدونم اون اتفاقی که در دنیای بیرون افتاده از کنترل خیلی خارجه و هیچ کدومون در واقع نمیتونیم یه کار اساسی براش بکنیم ولی میتونیم همدیگر نزنیم شرح شرح نکنیم وقتی قلب هر کدوم از ما به واسطه اتفاقی آزرد خاطر شده و شکسته بودن ما در کنار همدیگه بزرگترین درمانه اگر حمله کردن به هم اگر عصبانی بودن و خشم رو به صورت حمله به همدیگه استفاده کردن جواب میداد ما تا حالا تو روابطمون به عنوان جماعت ایرانی جواب گرفته بودیم پس خواهش میکنم وقتی قلبمون میشکنه به هم حمله نکنیم از اینی که تو چرا این کار نکردی من این کار کردم هیچ راه حلی به دست نمیاد اگر یک اتفاق اجتماعی یک معضل اجتماعی در جامعه ایرونی اتفاق میفته که ما هیچ کنم براش هیچ کاری نمیتونیم بکنیم کسی از دنیا میره یه ساختمون منفجر میشه بهتون بگم یه هواپیما میفته پایین و ما کاری براش نمیتونیم بکنیم برای اون اتفاق جز سوگواری جز غم خوردن جز قصه خوردن نباید خشمی که داریم و نتونستیم براش کاری بکنیم سر کس دیگه که هیچ ربطی و ماجرا نداره خالی کنیم میتونیم این خشم رو ببینیم بپذیریم سلماز من الان خشمگینم من الان قصه دارم من الان ناراحتم و اینو به صورت مخرب روی سر بقیه هموطنامون خالی نکنیم انتظاراتمون رو و تمام چیزایی که فکر میکنیم هر کسی باید انجام بده وقتی قلبش شکسته روی همدیگه پروجکت نکنیم فرافکنی نکنیم دوستای من وقتی قلبتون میشکنه وقتی حالتون بده بهترین کار نوشتنه دوباره معجزه قلم و کاغذ بشینیم بنویسید الان این اتفاق بر من افتاده الان این اتفاق برای جامعه من افتاده الان این اتفاق برای هموطن من افتاده من چی کار میتونم بکنم بیشتر مواقع کار نمیتونم بکنم به نظر خودم چون من نه سیاست مدارم، من نه قانون گذارم هیچ کدوم از نیستم ولی یه کار بزرگ میتونم بکنم به هموطن دیگم حمله نکنم حتی اگر طرز فکرش رو نمیپسندم حتی اگر یه پستش رو تو اینستاگرام قبول ندارم حتی اگر مدر تویت کردنش رو نمیپذیرم حتی اگر کامنت گذاشتنش رو دوست ندارم چون اون هموطن من دلیل اون اتفاق نیست پس به هم حمله نکنیم خورده های قلب همدیگه رو زیر پای خودمون له نکنیم خودمون رو دوست داشته باشیم و وقتی که یه بحران اجتماعی میاد و دچار سندروم قلب شکسته میشیم اگر نمیتونیم مرهمی به قلب های هم باشیم چاقوی بزرگتری نباشیم به قلب هم دیگه و حالا تو قسمت فردیش بگم اگه من از رابطه اومدم بیرون اگه من شغلم از دست دادم اگه دوچار بدرفتاری تو محیط خونه قرار گرفتم اگر که دوچار خشونت خانگی اگه به هر دلیل قلبم شکسته اگر شما نمیتونین به من همدلی و همدردی بدین اگه نمیتونین کمکم کنین اینی که چطور تو انقدر تو ای چرا خودتو در معرض این چیزا قرار دادی چرا خودتو یعنی اون قضاوت ها رو نکنین تمام بهترین کاره بدترین چیز تو سندروم قلب شکسته خورد کردن باقی قسمت های قلبه که با قضاوت انجام میشه با فرافکنی خشم انجام میشه و با آزار عمیق قلبی همدیگه انجام میشه هدف من از این اپیزود بسیار مختصر و مفید این پادکست اینه که بهتون بگم برای چندمین بار یه اتفاق خیلی بد دیگه در جامعه ما افتاده همه ما قلبمون شکسته حالمون بده ولی به عنوان یک سری انسان بالغ و انشالله عاقل مسئول نه به زندگی کردن عواطف و احساسات فوق منفی این روزهای خودمون هستیم قرار نیست خشممون رو جای بسیار بسیار بد به سمت همدیگه خالی کنیم ولی میتونیم مدیریتش کنیم ببینیم با این خشم چیکار کنیم این خشم داره از کجا میاد و همدیگه رو آزار ندیم و اگر یک هموطنی رو دیدیم که به هر دلیلی دوستی آشنایی هر که قلبش با هر اتفاق شکسته قضاوتش نکنیم اگه به کمک احتیاج داشت کمکش کنیم و بذاریم از خودمون حداقل توی روزهای بحرانی یک رد پای نرم مهربون و همراه با همدلی و همدردی بمونه از همتون بابت همراهیتون متشکرم این اپیزود برای هر کسی که فکر میکنین این روزا عصبانی خشمگین ناراحته و نمیدونه با این احساساتش چیکار کنه بفرستید دوستتون دارم برای هممون برای همه ای کسایی که یک درد مشترک داریم آرامش قلبی آرزو میکنم سمان جان متشکرم که با این سرعت داری به من کمک میکنی که این پادکست رو منتشر کنیم و مهدی پسیان عزیزم ممنونم از موسیقی مد. با امید دلهای شاد و تنهای سلامت